راغلاس پرمن المر ما خامل نه جی به سره د کوچ پاتوش پک پندش په غنی زنګ وهي او د شان شامپو د خوانه یو خاصه ډالې تر لاسه کی ښه نو ز تاسو نه بل پختنه دغه لرم چې په مکتب کې چې ماشومان تاسو راځي مور پلار ته تاسو څه ویل لري پیام ما بر مادر او لوی شاگردا ایست که اکثریت اولیا شاگردا اطفال خود که در مکتب میبانند پس دوباره که رفتن اصلا خبر نمیگیرن که اولاد ما چی مشکل داره در مکتب امی با معلمش چی مشکل داره یا فرض کو درس میخونه نمیخونه با زمانی که اولادشان ناکام میمانند باز پدرشان میای مادرشان میای باز از چندین ارگان هم زنگ میزنن اتو اختار میتن بر مدیر مکتب یا معلم مکتب که چرا اولاد ما ناکام موندن ما بار ما یک شورای اولیا داریم اولیای شاگردا داریم جلسات اولیای شاگردا داریم که اولیای شاگردا ماور میان در مکتب امروز از ما جلسه میگیریم مشکلاتی که شاگرد می داشته باشه نگران هستن یا دیگه معلم سای برشان میگه که مثلا اولاد تو دینی مضمون مشکل داره نمیتونه بخونه یا فرض کو طفلای را داریم یا شاگردای را داریم که غیر از ریز زیاد داره بسیار غیر از دیده حتی از غیر از ایشون فامیل خبر نمی داشته باشه با خودو نمیشه که یک معلم یا یک مدیر مکتب از صبح تا دیگر چندین هزار شاگرد است بر از اینا عمر روزا زنگ بکشون مثلا شما میگین که مثلا مادر پدرشان به یک ما اگر زیاد یک ما یا دو دفعه حتما بیان ما بله ما یک بار حتی ما دو بار بیان از اولاد خود خبر بگیرن که دای قسمت ما زیاد به مشکل دچار هستیم که حتی فامیلای را که حتی وسط بالا ما برشان زنگ میزنیم که بیان از اولادتون خبر بگیرین که اولاد انت یک مشکل داره انت یک مشکل داره که درس نمیخونه یا نه مشکلش باید به مادرش گفته شه به پدرش گفته شه باز اونو برادر شروان میکنه یا یک کس داره یا فرض کو زیاتر مشکل ما عزیز که برادر شه یا بچی خالی شه بچی همیشه روان میکنه که برو دختر از مکتب بگی بیار خانه که ما به هیچ وجه به برادرش یا بر خیش قومش دختر را نمیتیم تا زمانی که تذکری پدرشان موجود نباشه تذکری پدر پیش پدرش نباشه به پدر اگر نشناسیم تا تذکریش نباشه دستاتوی درسی نمیتیم او وقتا ندار چه هر خلق چی آقا در مکتب یا درس نه شکایت که نو خبر بدایی چی در آقای مور پلار په خپل په میاش کې دواری نینو یو وری خامخا لار شي مکتب ته د خپل هغه لور یا زوی چلته درس وای دغه معلومات دا خو ډیره اسانه خبره ده او باید دغه ته هم د خپل ماشوم لایقت معلوم شي چې څومره هغه قابل ده یا درس وای ښه بلې پوښتنې ته راځم دا راته وایي چې دغه ستاسو مکتب نوم چې و مخکې ما دلته ولیکو چې وزیر آباد و بیا هغه ملکه سوریا نوم ته د چا په وخت کې بدل شو ولې لیستی ملکه سای ابتدا به نام نمبر دوی وزیر آباد بود که باز بعدن اینا آمدن در قلعه فتلا از قلعه فتلا آمدن در تایمنی که تعمیر شخصی در زمان دکتر صاحب نجیب در سال 82 تعمیر نو ساخته شد که باز به نام ملکه سرای و مسما گردید چی را به نام ملکه سرای خانم امان الله خان بود بله خانم امان الله خان بود که اولین زن بود که تحصیل مکتب بله اولین مکتب زنانه را امینا بنا نهادن که مکتب ما نیست دیگه مکتب جور کرده بودن که باز بدن همین مکتب وزیر آباد نمبر دوی وزیر آباد به نام ملکه سرای و مسما ساختن که یک خانم قهرمان و دزمش یک خانم علم پرور و علم دوست بودن روشن فکر روشن فکر بله و ما ایرا میفهم که آلی خو ما یاد میکنیم که روشن فکر بود و تعلیم یافته بود مگه مو وقت که کار میکرد زیاد مردم بله برالش و برش مشکلات پیدا کرد و زیاد چی میگه که مخالف بودن و آلی ما فکر میکنم از اونو مردم هم میگه که نه والای نمی کاره خوب بود. خوب بود سایستا بله. امده اسی خبره که او چه همیشه چه سوک بدلون راولی او خب بدلون راولی همیشه داغو چور توی مخالفت کیگی بله. خب بیا یه وقت رازی نو که آغا ملک سوریا و که آغا شهید دکتر نجیب و او که آغا نجیبه ده رازی جی تلیفون واخلو هلو وعلیکم السلام چوک دیل مونگ سر دکم زینا خوش آمدید همه جان برنامه مرا میشنوی یا میبینی؟ شما را سلام گفته؟ از خیرخانه زنگ زده؟ خب ایتو میگنم که سوال شما پرسان میکنم چه افغانستان خپل استقلال په د کوم پادشاه په وخت کې اخیستی ده
احمد شاه بابا، غازی امان الله خان، که نادر شاه. هلو، ستاسو جواب بیخی صحیح دی او د ایشان شامپو له خوانه تاسو ته یوه غټه ډالۍ موږ در لیږو. له خیره سره دا کنټرول روم کې به ستاسو ادرس واخلي، تاسو بیا خپله تحفه ترلاسه کړئ. ښه وخت، شام بخیر. ښه، نو دا راته وایي چې د ستاسو مکتب کې درې وخته درس ورکول کیږي. بله صحیح ده. نو دا معلمان همغه که نه تغییر کوي؟ نیم هم سبا تایم اول ما از ساعت 6:30 شروع میشه الا 9:30 که استاداشان دوری اصول صنفی و صنف اول تا صنف 6 هسته که دخترای خرد هستن. مناسباشان جدا میباشه و مناسبای ما تمامش لسانس و ماستر میباشه. تایم دوم ما از صنف 7 تا صنف 12 هسته که از صنف از ساعت 9 تا 1:30 بجه میباشه و از ساعت تایم سوم ما از ساعت 1:30 تا 5:30 دوام میکنه که هر کدامش استاداشون جدا میباشن. خب باز مدیرش چند دانت چینج میشه؟ مدیر از امو 6:30 بجه یا 6 بجه که میاد تا 6 بجه باید در مکتب حضور داشته باشه، بخاطر که تا زمانی که مبرایان باید مدیر مکتب از مکتب کنترل کنه، نظارت کنه، سرسبزی مکتب، از نظم مکتب، از تدریسش مناسبا، از شاگردا، از در و دیوار مکتب، از همه امورات مکتب باید مدیر مکتب بررسی کنه. یعنی مدیر مکتب اکثرا اونقدر در خانه کار نمی داشته باشه که در مکتب زیاد کار نمی داشته باشه. صبح 6:30 میای و شام 6:30 میری دیگه. و کل روز در مکتب در مکتب است. خب شما چی اگر وقتی که رخصتی ها می باشنی؟ بله. یک ماه دو ماه در زمستان که اگر رخصتی باشن خود چی زیاد پشتش دق میشی؟ ولی ما رخصت نمی باشیم. مدیرای مکاتب هیچ اصلا در زمستان رخصت نیست. خب. زمستان ما میاییم، بله زمستان بالای سر دیقان هستیم، باغبان هستیم که کاردار بیل بزنه و درخت ها را جور کنه و چوکی های مکتب جور کنیم، سر نجار مکتب چوکی های مکتب جور میکنیم، دیوار ها شاگرد ها شوخ میباشه، شاگرد ها در دیوار مکتب خراب میکنن، میز چوکی خراب میکنن، میز چوکی دوباره جور میکنیم، سر تشکیل مکتب کار میکنیم، تشکیل مکتب کار میکنیم، تشکیل مکتب به یک روز و دو روز و به یک ماه جور نمیشه، تقریبا یک و نیم ماه دبر میگیره که ما سر تشکیل مکتب جور میکنیم که ما تعداد نظر به تعداد شاگرد، تعداد شاگرد اگر زیاد بود معلم اضافه میشه، اگر تعداد شاگرد کم بود معلم اضافه بست میشه، که باز در این راستا مدیر مکتب گله میکنن که مدیر مکتب خراب بود، یعنی مدیر مکتب ما پول ندادیم از خاطر ما اضافه بست کنه. الان که ناچار هستیم زمانی که شاگرد کم میشه معلم اضافه بست میشه، از این مکتب میره باز در مکتب دیگه اونجا حضور پیدا میکنه و تمام سال ما در مکتب باید باشیم. در یک سن چند تا شاگرد میباشیم؟ در یک استانداردش 43 نفر شاگرد باید در یک سن باشه. ابتدا که ما زمان که تشکیل جور میکنیم در یک سن باید 43 نفر باشه، باز پسان چون شاگرد های سی پرچه می از دیگه مکاتب میاین، از مکاتب دوردست یا از ولایت که میاین یا سوالی هایی که میاین، حتی در سنفای ما 54 نفر، 53 نفر، 55 نفر هم میباشیم. پارسال در سنفای ما تقریبا 58 نفر در یک سنف بود سهی. که بر طفلا قدر مشکل نیست، بر شاگردای کلان ولی بسیار سخت مشکل میسه. تو دی اخپل دوڑی و باسل خیره سرم خبرت ادامه ور کردی چه خلقو گوری چه چنگ دی که دوگک پخ کرده ده سیده. خب استاد محترم، برنامه ما پایان رسید. ډیر خوشاله یم چې زموږ په خپرونه کې وی تاسو او راځي چې د داسې شخصیتونو نه نه یوازې ده چې تشکری وکړو چې زموږ وطن زموږ د وطن بچو ته خدمت کوي، موږ ترینه زده کړه وکړو، موږ ترینه حوصله واخلو او موږ دا هم زده کړو چې واقعا په کمو امکاناتو کې، په هیڅ امکاناتو کې څنګه کولی شي کار وکړي، څنګه کولی شي چې ښه کار وکړي. ښه، ستاسو وینا یا گفتنی شما به شاگردا امروز گفتنی خاص ندارم. شاگردو از شاگردو از شاگردای خود تقاضا میکنم و در مجموع از تمام شاگردو از تمام کوشش کنن درس بخونن. اتا نگوین که اوضاع خراب است، اوضاع این رقم است، زیادتر کوشش کنن مطالعه، نه تنها درس مکتب خود مطالعات افاقی داشته باشن. هر مکتب یک کتابخانه دارن، کوشش کنن سر به کتابخانه مکتب بزنن، از کتابای مفید که در مکتب هستن از او استفاده اعظم کنن. ما در مکتب در کتابخانه خود بسیار کتابای عالی داریم، بسیار
بسیار کتابای نایاب درادریم که از او استفاده کنن. من از شاگردای خود با وجه که در صنفا برشان میگم مگر بازم از این از تریبیون شما تقاضا میکنم تشکر زنده باشین تشکر که آمدین زنده باشین دیره منه نه سوزه را تقصه خواه دیره منه سوزه کتون سخه رازی چه دست شخصیتون سپورت کو حمایتی کو پلی الله مسپارم شپم پخیر افغانستان زنده باد در لپمان.